سلام دوستان، به باغچه کوچک ما خوش اومدیم. امروز با هم میریم خوراک کدو خورشی آماده کنیم، اما نه از نوع سبز اون، بلکه از نوع زرد اون. موادی که توی این خوراک کدو سبز هست غیر از سیر و پیاز، بقیه اون همینجا کاشت شده و از همینجا برداشت میکنم و میریم داخل آشپزخونه و با هم میپزیم. خب از این بوته کدو خورشی زرد دو دونه کدوی بزرگ جدا میکنم. ما تو این باغچه سعی کردیم بیشتر سبزیجات رو بکاریم. سبزیجات که مثل جعفری، تره، ریحون، تربچه و سیفیجات مثل کدو، بادمجان، فلفل، از نوع قلمی، کاپیا، دلمه‌ای. همینطور گوجه فرنگی هم از نوع گیلاسی، اون که باز دو نوع زرد و قرمز، این گوجه گیلاسی زرده و خیلی چیزهای دیگه. خب حالا کدوها رو شستم و اونا رو پوست میگیرم. عزیزان اگر تا حالا مشترک کانال من نشدین، لطفاً دکمه اشتراک رو بزنین و زنگوله کنار اون رو هم فعال کنین تا شما اولین نفری باشین که ویدیوهای من براتون میاد. برای شما فقط یک لایک کردن و مشترک شدنه، اما برای من یه دنیا ارزش داره و ممنونتونم. بعد از گرفتن پوستشون اونا رو حلقه حلقه میکنم، برش میزنم. تو هر سایزی میتونین برش بزنین. بعد کدوها رو داخل مقداری روغن تفت میدن. زمانی که یه طرف اون مقداری سرخ شد، برمیگردونم تون تا طرف دیگه اون هم تفت بخوره و بعد از داخل تابه خارج میکنم. دو تا پیاز بزرگ رو کمی تفت میدم داخل یک قاشق روغن. بعد از اینکه کمی تفت خورد، 4 حب سیر رو رنده میکنم و به پیاز اضافه کرده و اونا رو هم تفت میدم. برای اینکه طعم ملسی بهش بدم از چند دونه گوجه سبز استفاده میکنم. میتونین به جای گوجه سبز از قوره یا آلوبخارا استفاده کنین. 2 فلفل قلمی سبز و چند دونه هم گوجه گیلاسی زرد و قرمز. همینجور که میبینین فلفل ها رو خورد میکنم. گوجه گیلاسی ها رو هم چون کوچیک هستن از وسط به 2 قسم میکنم. حتی میتونین خوردشون نکنین. کدوها رو داخل قابلمه گذاشتم. روی اون پیاز داغ سیر داغ رو میریزم. گوجه گیلاسی هایی که خورد کردم روی اونها میچینم. چند عدد هم گوجه گیلاسی سالم میذارم و فلفل ها رو، گوجه سبزا رو اضافه میکنم. طعم ملس خیلی خوشمزه ای بهش میده. به اندازه ذائقه نمک اضافه میکنم، همینطور فلفل و زردچوبه. نصف لیوان آب اضافه میکنم و روی حرارت کم میذارم تا جوش بیاد. بعد از اینکه یه مقداری پخت، نصف قاشق روغن زرد حیوانی، یا اینکه میتونین از کره استفاده کنین تا طعم اون خیلی بهتر و خوشمزه تر بشه. و بعد از اینکه آروم آروم جوشید و جا افتاد، جای همه شما خالی آماده میشه برای سرو. دوستان عزیز، خدا نگهدارتون.